سخنگوی شورای شهر تهران از ممنوعیت حضور افراد ترنس در محدوده پارک دانشجو خبر داد. علیرضا نادعلی گفته باید جای دیگری را برای این افراد در نظر بگیریم، اما لزومی ندارد که این افراد در مکانی پرتردد حضور داشته باشند. این اظهارات در حالی مطرح شده که پارک دانشجو برای دهه‌ها مشهورترین کانون رفت آمد و حضور افراد LGBTQ در کشور بوده است. شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ از لندن با ما همراه هستند. خانم امین، برای ترنس ها در ایران محدودیت های زیادی وجود داره، اما حالا این محدودیت ها حتی به تردد اونها در اماکن عمومی هم کشیده شده. این محدودیت ها با چه هدفی داره صورت میگیره؟ سلام میکنم خدمت شما. ببینید، در سال 99 هم قطب‌الدین صادقی اومد و گفتش که محیط تئاتر شهر تبدیل شده به حضور اراذل و اوباش و میبایستی دورش نرده کشیده بشه، سیمکاردار کشیده بشه و اینا نتونن حضور پیدا کنن. همون موقع اشارهش به حضور افراد ترنس و همجنسگرانی بود که اونجا رو به عنوان پاتوق و جایی که با هم دیدار دارن، علاوه بر دانشجویانی که اونجا بودن یا دانشجویان متعلق به جامعه LGBT که اونجا بودن بود. در واقع استفاده از چنین واژه‌هایی و حذف افراد جامعه LGBT از جامعه توسط چه کسانی که خودشون رو هنرمند ارزیابی میکنن، مثل سال 99 توسط قطب‌الدین صادقی، چه آقای نادعلی که در شورای شهر مشغول در واقع سیاست گذاری هستن برای شهری که ناامنی، خشونت بر زنان از سر و روش میباره و میان یهو یادشون میفته که چگونه میتونیم این بخش از جامعه رو، یعنی افراد ترنس رو، حتی ترددشون در خیابان‌های شهر رو هم محدود بکنیم. چیزی که در واقع اساساً معماری این تئاتر شهر رو هم در پارک دانشجو اگه دقت بکنین، جاییست برای گرد آمدن، جاییست برای پاتوق شدن، دیدار و گفتگوهای افراد حتی ناشناس و به عنوان کسانی که گردشگری میکنن. چنین محدودیتی نشون میده که اساساً دیدن چهره های متفاوت، انسان های متفاوت در شهر رو اینا تاب نمیارن و وجود افراد ترنس و افراد جامعه LGBT، چه هم جنسگرایان چه دیگر گرایشات جنسی، باعث شده که در واقع آقایون دردشون اومده و چنین سیاست غیر انسانی رو به نظر من سال هاست اینا داره تبلیغ میکنن، نتونستن جلوشو بگیرن. به هر شکل آدم ها میخوان تو شهر همدیگر رو ببینن، به هر شکل آدم ها در فضاهای عمومی دلشون میخوان، نیازشونه که زندگی بکنن. و من فکر نمی کنم که ایشون که وارد شورای شهر شده، آقای نادعلی، بتونه این سیاست رو پیش ببره. مقاومت جامعه، مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری رو نتونستن سرکوب بکنن، قطعا نمیتونن جامعه LGBT رو هم از اماکن عمومی و از محیطهای شهری حذف بکنن. فکر میکنید ترنس ها به این محدودیت ها به چه شکلی واکنش نشون بدن؟ ببینید، متاسفانه ما فاقد تشکل هایی در ایران هستیم که بتونن سازوکار گرد آمدن، تصمیم گیری و اقداماتی علیه این تنفر پراکنی ها رو داشته باشیم. یعنی جمهوری اسلامی کاری که کرده، هر اقدامی رو تحت عنوان امنیت ملی و آسیب به امنیت ملی و چنین اتهاماتی از دور به در کرده. برای همین ما انتظار این که افراد ترنس بتونن سازمان یافته جلوی سیاست بایستن رو نباید داشته باشیم. ما که در خارج از کشور هستیم و میتونیم صدای اعتراضمون رو بلند بکنیم، این کار رو خواهیم کرد، اینها رو گزارش خواهیم داد به نهادهای بین‌المللی به عنوان یکی از خشونت های سیستماتیک و دولتی علیه جامعه LGBT. در این حال من فکر میکنم بسیار مهم است که هر کدوم از بچه ها در داخل کشور حواسشون باشه که تن به این سیاست سرکوب و حذف از فضای عمومی ندن. از خانواده ها میخوایم که از بچه هاشون حمایت بکنن و اجازه ندن که حتی فضاهای عمومی که برای تردد و رفت آمد این افراد هست، تحت عنوان شرم و آبروی جامعه از اونها گرفته بشه. شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ از لندن همراه ما. متشکرم.